طبیعت ما انسان ها همین گونه ساخته شده است که نوبسته به سمت فعالیت همون زندگی همون اونه که در کجا کار میکنیم فعالیت میکنیم با یک لحظه تفریحی همیشه نیاز داریم و همین است که در کارخانه های بزرگ در مؤسسه هایی که مثلا دانشجویان خیلی زیاد است کارمندانش زیاد است گروه های مخصوصی موسیقی به خاطر فراهم آوردن همه گونه لحظه های تفریحی فراهم آورده می شوند تشکیل کرده می شوند و بعضی همین گروه ها بعضی همین انسمبل ها حتی مرز همون کارخانه رو مرز همون مؤسسه رو عبور می کند یعنی شهرتش یک کشور و بگوییم که یک قطعه رو نیز پخش می کند بله و دوستان عزیز امروز اومدیم که از فعالیت یکی از انسمبل های معروفه که در دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت میکند انسمبل نوروز به شما معلوم دهیم و میگویند که انسمبل نوروز در همین تالار همه روزه تمرین میکند دانشجویان زیادی را در همین انسمبل جلب میکنند و هستند دانشجویانی که در برابر مثلا در یک اختصاصی مختلف فعالیت کردن در اختصاصی که بیرون از مثلا صنعت و فرهنگ است شاید که در وجودشان استعداد دارند همین گونه استعدادهای مثلا آوازخوانی و نوازندگی و رقص و همین گونه چیزها دارند و باز میگویم فرقت که در برابر همون نفرانی هوسکار در برابر یعنی دانشجو شخصانی حرفه‌ای در همین انسمبل کم نیستند یعنی خیلی زیاد میگویند که انسمبل نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان سال 1965 تأسیس یافته است که اولین رهبر بدیع آن ارباب فرهنگی جمهوری تاجیکستان امان خالق نظر بود. در اون وقت در حیات انسمبل دانشجویان با استعداد فعالیت میکردند که طریق آزمون قبول شده بودند. در تطبیق هدف‌های دانشگاه ملی تاجیکستان نیز این زیرساختار انسمبل خلقی نوروز سهم مهم دارد و البته مقصد از تأسیس این نهاد مذکور البته از آن عبارت است که امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان چورابینی های مهم برگزار می شوند که خاراکتری فرهنگی فراغتی دارند و این چونین مهمان های دور و نزدیک به دانشگاه ملی تاجیکستان تشریف می آورند که بهری بالیدارو گردانیدن آنها کارمندانی انسمبل خلقی نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان از خود استعدادهای مهم نشان می دهند از این خاطر ما گفته می توانیم که مقصد از تأسیس این نهاد انسمبل در دانشگاه ملی تاجیکستان پیش از همه جلب نمودن آن استعدادهایی که در بین آموزگاران و کارمندان و از آن جمله در بین دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان جای دارند از این خاطر پیش از همه سبب معروفیت کسب کردن انسمبل خلقی نوروز امروز در جمهوری تاجیکستان از آن عبارت است که ما آن را به شخصیت های وابسته می دانیم که در تشکیل و تأسیس نمودن این انسمبل سهم مهم دارند و من بعد برای معرفی کردن و برای پیش بردن فعالیت آن سهم خاصه خود را گذاشتن البته با صفت رهبریت انسمبل مذکور شخصیت های جلب گردیدن که واقعا در ساحه فرهنگ جمهوری تاجیکستان نامدار بودند و آنها شخصیت های شناخته بودند از این خاطر همین جهت سبب گردید که انسمبل خلقی نوروز در بین مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان یکی از انسمبل های مشهور و انسمبل های شناخته اعتراف کرده شود. میگویند که یکی از بخش های مهم و جالب انسمبل گروه رقصی به شمار می رود. در این گروه هنرمندان حرفه‌ای جلب شدند و رقص های جالب و دیدنی را به صحنه می گذارند. گروه رقصی داریم که در این گروه رقصی اصلاً بسیارتر دانشجوها جلب کرده می شوند دانشجوهای لیاقتمند دانشجوهای ما هستند که از دوره استودنتی اشتراک کرده آمده استودیاند بعد ماگیستر خواندند و بعد ماگیستر باید مثلا دکتر تورا خوانده استودیاند که در صفی اینو داخل می شوند بسیار شاگردهای بالایقتی ما فاطمه زهرا دوگانیکایی که مثلا خدای بردیوه ها اشتراک میکنن شریف ما شاگرد ما اشتراک میکنن میشگان قربان و اشتراک میکنن که این کسا هم حساب مخشدیانده و هم لباس دار و هم مثال به صحنه گذارنده و هم مخشدیانده و
همه همین شاگردا در برابر رقصیدنشون با هنری مشق دهنده ای دارن که از عهده همین هنر میبرایند. در وقتی که چهار بینی های عمومی میشود دانشجوهای لیاقتمند جمع کرده همه اونا رو ما میآموزونیم. چهار بینی های فرهنگی که در دانشگاه میگذرد فعالانه اشتراک میکنند. فاطمه و زهرا ارتباطی خاص با انسامبل نوروز دارند. آنها خود را عضو به واسطه این دسته میدانند و همیشه در تهیه برنامه های مختلفیان اشتراک میکنند. اگر همین آرایش مویتان دیگرگونه نمی بود من فرق نمی کردم که کی هست. شما دوگانی هستید. بله. و در انسامبل نوروز می رقصید. بله. چه وقت شد؟ ما از سال 2012 از دوران دانشجویی در همین چهارابینی های دانشگاهی و بیرون از دانشگاهی و بیرون از کشور اشتراک می نماییم. عینی حال باشد دکتر آنتونی دکتر پی‌اچ‌دی فاکولتی اقتصاد و اداره حجت های ما را سپاریدیم، تحصیل کرده استادیم و ما می خواهیم که در آینده هم در ساحه صنعت و هم در ساحه علم و معارف کوشش می کنیم که فعال باشیم. خیلی خوب. وقتی که شما اولین مرتبه اومدید در دانشگاه داخل شدید و ببینید که کسبی که انتخاب کردید از ساحه صنعت خیلی دور است، برای شما کی پیشنهاد کرد که در دانشگاه یک انسامبل فعالیت میکند که امکانیت است؟ راستی ما از خورده یعنی از صنف هفت به این مکتب رقصی شامل شدیم در انسامبل ترانه و رقصی رخشانه در نزد سمیزاباد وجود داشتن. ما با آنجا رفتیم و ما داخل شدیم. بعدان با برنامه چهره های هنر گذراندن آمده از همین بینای اساسی و فاکولتیت ما آمده چی کردن؟ انتخاب نمودن و ما در همین چهره های هنر اشتراک کردیم. از همون لحظه تا حاضر ما در همین چهره بینای اشتراک کرده استودیم. تنها رقص های تاجیکی رو اجرا میکنید و یا؟ نه، هم تاجیکی هم موسیری و هم در سفارتخانه هندوستان که در تاجیکستان واقع است. ما طول 7 سال است که در آنجا رقص کلاسیکی کتک می آموزیم و اینچنین رقص های هندوگی هم نیز آموخته استودیم. این حال ما دیدیم که چیزی رو تمرین کرده استود. چی رو تمرین کرده و برای چی آمده شده استوده؟ ما رقصا بسیار رقصا داریم در اینجا تمرین میکنیم که فراموش نکنیم و در چهار بینی های آینده نیز فعالانه اشتراک کنیم. شما گفتید که از دوره دانشجویی در انسامبل هستید و ببینید که یک چند مرحله تحصیل رو در دانشگاه داده استودید و بعدش چی میشود؟ روید شما از دانشگاه اگر روید؟ اگر ما دانشگاه رو ختم کردیم ما در آینده با دانشجویان دیگر یعنی دخترکان همین هنری رقصی را نیز با آنها ما میآموزیم. میگویند که اولین برنامه فرهنگی انسامبل مذکور با جشن نوروز راست آمده بود. از همین لحاظ مسئولین به خلاصه آمدند که نام دسته نو تأسیس را نوروز گذارند. از آن وقت این جانب همه ساله در میان دانشجویان فکولته های گوناگون محفل ها گذرانیده می شود. از این محفل ها استعداد های گوناگون به انسامبل جلب می شوند. محفل با نام چهره های هنر تشکیل و برگزار کرده می شود که در سطح فکولتیت های دانشگاه دوری ابتدایی این محفل تشکیل و گذرانیده می شود و دوری نهایی محفل مذکور در سطح ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان یعنی در انسامبل خلقی نوروز تشکیل کرده می شود که امروز خوشبختانه اعضای محفل چهره های هنری انسامبل خلقی نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان شماره زیادی دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان می باشند که در طول حیات دانشجویی در همکاری با کارمندان انسامبل خلقی نوروز می توانند در تشکیل و برگزاری چهارابینی های مهم فرهنگی فراغتی دانشگاه سهم مهم داشته باشند.
میگویند که استادان، مطربان و دانشجویان اعضای انسامبل خلقی نوروز در چهارابینی های رسمی، فرهنگی، سطح دانشگاهی و جمهوروی شرکت نموده، پیوسته در علاوهدگی برنامه های کنسرتی موسیقوی و آوازخوانی را در یک جایگی با دیگر مؤسسه های تعلیمی داخلی و خارجی کشور دایر می نمویند. هر یک انسامبل رقصی و یا گروه رقصی یک پوچرک مخصوص خود را دارد. پوچرک شما در چی است؟ اصلا چگونه رقص را پیش می آورید؟ رقص های خلقی را ما بسیار ترجیح می دهیم. خلقی را پیش می بریم. در برابری با رقص های حاضر زمان هم هست. ژانری آمیخته سر و کار می گیریم. هم فولکلور هم خلقی و هم کوهستانی و هم استرادی و همه همین شکل ها را مو استفاده میبریم. خب ما میدونیم که هر یک انسامبل، هر یک گروه در محفل ها، در چهارابینی ها اشتراک میکنه. مثلا حالت های شده است که بیرون از همون دایره برنامه، بیرون از دایره چهارابینی ها یک برنامه مخصوص تشکیل کرده باشد، مثلا انسامبل نوروز، که برنامه کنسرتی انسامبل نوروز که پیشنهاد میشود مثلا با کل مخلصانشون، هوادارانشون. بله، گروهی نوازنده های ما به نهایت گروهی کسبیان، همه هنرمند های بهترین نوازنده ها جلب شدگیان، یک چند برنامه های نوازش زنده رو تشکیل کردن که در فیلارمونیا و در کنسرواتوریا و در دانشگاه فرهنگ و صنعت چهارابینی را گذراندن، بسیار باهای خوب گرفتن، دویمو در تلویزیون و در جو هم پیش بریشون میکنن. همین گروه رقصی همراه نوازنده ها هستن در این برنامه؟ هستن، در منون موسیقی هست که رقصیان، گروه رقصی ما اشتراک میکنن، میرقصن. چند نفر دختر هستن از دختران؟ وزیرش چهار نفر دخترایی که مثال لیاقتی بسیار خوبی کسبی دارن میرقصن. بغیر اینو با یک چهار نفر دیگر با وزیر جلب شدگیان و یا تیار شده استودیان برآمد میکنند. بعد در تمام چهارابینی هایی که در سطح جمهوریوی در نوروز با گذرانده میشید، برای 30 سالگی برای هم نوروز و همه چهارابینی های کلونی حکومتی، مجد از دانشگاه تا 60 نفر جلب کرده میشود که در بالای هم صحنه با قطاری هنرمند های کسبی برآمده رقص ها را اجرا میکنند و ما تیارشون میکنیم. ما اصلا برای آماده کردن یک صحنه رقصی چقدر وقت رو صرف میکنیم؟ اگر دخترها کسبی باشن مثل فاطمه زهرا، من، شریفه ما، یه هفته، دو روز، سه روز. اگر دانشجو باشه؟ دانشجو یک ماه، دو ماه، سه ماه. دانشجو اینجا رو ختم میکنن؟ هستن دانشجوی که بعد از ختم کردن دانشگاه باز هم با شما ارتباط میکنن؟ شاید با دعوت شما در بعضی از چهارابینی های اشتراک کنن؟ میبین شاگرد بهترین من رحیمه جان، می بیا پروینا ختم کردن نکی فایروت میکنه، می بیا اشتراک میکنه. معلم جان خود کار میکنه، نک وقتی خچمه یوب همراه ما رقص میکنه. همچنین با محفل انسامبل نوروز شامل شدن دانشجویان قاعده های خاصه دیگر را نیز دارا میباشد. یکی از بخش های مهمی انسامبل نوروز این بخش آوازخوانی است. بله. در اکثر چهارابینی ما میبینیم که دانشجویان سرود میخونند. و اصلا چگونه قبول میکنند دانشجویان؟ بله، وقتی که دانشجویان ما در فکولتی تو رفتن جلب میکنیم به انسامبل نوروز، آنها در اینجا آمده به نزد ما میان، به نزد معلمان، خوان آوازنده باشد، حافظ، سرودخان. وقتی که سرودخان به نزد ما میبینند، آواز آنها را اول ما میسنجیم، میبینیم در یک جایگی تا کدام صد اندازه آواز دارد، آواز آنها را میسنجیم و بعد سرودهای نو به نو با آنها تیار میکنیم، میدهیم، در اینجا برآمد میکنند. چندین دانشجو در اینجا هستند،
بعد ختم این دانشگاه باز در اینجا همچون معلم اونها رو قبول کردیم. با همراه ما کار میکنن، فعالیت میکنن و همه کنسرت ها رو با یاری اونها ما در اینجا میگذارونیم. خوب، در این برابر بودن نفرانی که بعد از فعالیت در انسمبل نوروز بعدتر فعالیت هنریشون رو ادامه دادن در دیگر جا و موفق شدن در امیسان؟ بله، قریب که تمام صنعتکارای جمهوری ما ختم کرده دانشگاه ملی هستند. مثلا ستاره کرامت الله، استاد شیلخان خالف، باز سروش خالف در اینجا هستند، حافظی بهترین، فریدون خورشید در اینجا تحصیل کردند و این حال ستاره صنعت تاجیک هستند. بله، با انسمبل نوروز همکاری دارن. بله، با ما همکاری دارن. در هر کنسرت شورا بینیا اونها آمده در اینجا سرود میخونند. همچنین میگویند که چهره های سرشناس دیگر به مثل گلرخسار صفیوا، سیف‌الدین اکرموف، جورابیگ نظریف، عبدالرشید خوجم خلوف، صوفیا بدلبایوا، توختا طاهیروا، دانا بهرموف و بسیاری دیگران زمان دانشجویی عضو انسمبل نوروز بودند. همین طور حیات انسمبل نوروز بیشتر به صفت کار خود توجه نموده، میخواهند دایره هوادارانشان را بیشتر کنند. کنسرت نخستین خود را در تالار کلونی دانشکده فرهنگ و صنعت به نام استاد میرزا تورسون‌زاده برپا نمودیم با نام بهار زندگی. در اونجا زیاده از 15-16 نمودی موسیقی های چی از کشور و چی از بیرون صدا میداد که خیلی به بینندگان شنوندگان این تالار خوش آمد و این ما رو خیلی روح بلند نمود و ما خودی همون سال باز کنسرت خود رو با دیگر موسیقی های نوی خود در تالار کلونی کالج صنعت به نام احمد باقل شهر دوشنبه برپا نمودیم. این بخشیده به سال جوانان بود و سومین کنسرت ما در تالار کلونی کنسرواتور ملی تاجیکستان به نام استاد طلبشو ستاروف صورت گرفت که بخشیده به روزی مادران بود که در اونجا ما باز با یک نویگری دیگر جلب نمودیم مطربان را. زیاده از 17-18 تا 20 نوازندگان در اونجا جلب شدند که بعضاً آن مطربان در رفت نوازش هایی که هر یک اثر رو ما انتخاب کردیم صدای همو اسباب ها لازمی آمد و بعدا ما از مطربان بهترین انسمبل های کشور جمع نمودیم در همراهی ما این کنسرت رو گذاروندیم که در اونجا فارت پیانا، کانتراباس، کلارنت، فاگوتا، اسباب های لیتاورا، داف، دیگر اسباب های که لازم اومد ما مطربان رو جلب کردیم و در یک جایی این کنسرت رو در تالار کلونی کنسرواتوری ملی تاجیکستان گذاشتیم و در خود دانشگاه چی؟ در خود دانشگاه با مطربانی چینی، با مطربانی خطای ما در یک جایی یک کنسرتی خیلی عالی جناب در این تالار که شما میبینید اجرا نمودیم و همین کنسرت رو ما در تالار کالج صنعت به نام احمد باقلوف تشکیل نمودیم و همین بود. و سال 2020 بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در فیلهارمونی دولتی کنسرتی چهارمین کنسرت خود در همین تالار گذاشتیم که این خیلی باعث افتخار و سرفرازی انسمبل نوروز و اهل هنرمندان کشور بود. میگویند که هیئت هوسکاران انسمبل خلقی نوروز از روز تأسیس تا امروز به کشورهای گوناگون دنیا از جمله آلمان، پولش، ترکیه، یونان، مالتا، استریا، رومانیا، اسپانیا، گانا، بنین، نیجریه، لیویا و غیره سفر هنری انجام دادند و معرفگر هنری تاجیک بودند. ما نیز به آنها برار می‌خواهیم.